Beni de gönü gürümü durudu salam. Darastona kresmiz. Cengi Ukrayna vorda yak marhali xatarnok şud. Putin etladot ki ceng tülani şud. Ato vaziyat havriz ki etimala mudakhili NATO, Amerika ve cengam meyre. Garba qibnişini nakart. Tavri ki pişbini şuda bud. Taza budici 45 میلیارد دلاری برای جنگ اوکراین در امریکا تصویب شد. در آمد آمد عید کریسمس رئیس جمهور اوکراین از مردم خود خواست که گوش به زنگ آژیرهای خطر هوایی باشند. یعنی رقم یک وضعیت است. خب تایید نهایی بسته 45 میلیارد دلاری به اوکراین به معنای از است که حداقل یک سال دیگه جنگ تمدید شد. همه نشانه ها حکایت از تحولات بسیار مهم نظامی در اوکراین در آغاز سال نو داره. پوتین توصیه کرده که تولید سلاح های مدرن باید سرعت بگیره همراه با تجهیزات نظامی. در جبهه مقابل که در طرف اوکراین ناتو حضور بسیار وسیع خود پهن کرده و حتی ارسال سامانه های پاتریوت امریکایی در دست انجام است. پاتریوت امو موشک های شکاری است که وقتی که هر قدر موشک به یک منطقه میایی میره دعوا او رو خونسا میکنه. یعنی کلش یک آرایش جدید جنگی شد. این خوال اقتصاد جهانی رو میزنه. از بعد از او شده ما شما ببینیم چی میشه در 2023. احتمالا سفر زلنسکی به امریکا اما از یک نظر حالا که جنگ به صلاح شد قدرت نظامی ها در اوکراین بیشتر شود احتمال کنار رفتن اینمی آدم وجود داره که چی شود؟ قدرت نظامی ها بگیرن مثلا فرمانده کنونی جبهه جنگ اوکراین بگیره که اونمو زلوژنی که گفت که شکایت کرد که اردو در حال فروپاشی است و مردم افراد نظامی ها فرار کرده میرن اونو ما آدم تحصیل یافته امریکاست و چند زبان هم گرد میزنن امکان فراز آمدن موقعیت از اون آدم وجود داره مدبدوف در این موازی با اینمی چیزا قائم مقام شورای امنیت ملی روسیه است در اینمی گیردار رفت به چین که اینا میخواهند که مثلا اردوگاه خود مستحکم بکنن برای پول برای تجهیزات برای کمک های نظامی جنگ یک هیئت نظامی و ملکی همراه مدودوف بود رفتن یعنی به گونه نامتعارف همراه رئیس جمهور چین سر یک میز مذاکره نشستن یعنی اینقدر به اصطلاح فوریت داشته سفر مدودوف چرا فوریتش چی بود؟ عامل نامه خاص پوتین برای رئیس جمهور بود ایره که رفت در مسکو پوتین اعلان کرد که جنگ اوکراین در آینده نزدیک به پایان نمیرسه یعنی یک مرحله به اصطلاح جهشی دیگه داره چرا؟ روسیه در اوکراین نه با ارتش که اگر به اصطلاح از کار افتاده بلکه با کل توان نظامی ناتو وارد جنگ است. اینا رو میگن. آل کیتو از پوتین رفت از مرکز تولید تانک و موشک دیدار کرد. خب چرا این کار کرد؟ قطعا یک چیز نمایشی است تا تمرکز خود بر تولید سلاح‌های پیشرفته نشان بده. یعنی جنگ روانی است. یعنی بترسان طرف خود قائم کنین. حتی پوتین گفت که ببینی از اینکه سریع تر نمیشه گفت امریکا سلاح های پاتریوت رو بتدم به اوکراین بیا مستقر بکنن از ما چی میره؟ وظیفه ما فقط یک کلیک است. یعنی با یک کلیک ما میزنیمش
حال جنگ های امروزی جنگ یک کلیک است. آیا برنده دارد؟ جنگ امروزی برنده ندارد. فقط فشار میتن نقطه های ضعف همدیگر تا به سر یک توازنی به وجود بیاید که معامله شود. دنیا دنیای معامله است. جنرال کراسیموف لویدرستیز روسیه میگه که این موچک های مافوق صوت کنجال که روسیه تولید کرده در برابر پدافند هوایی اوکراین میگه کاملا آسیب ناپذیر است. یعنی هیچ چیز زده شکست نمیتونه، روینتن است. خب این طرف وقتی که زلنسکی رفت به امریکا، شما تصویرها رو دیدین، بسیار خسته بود، اوار خطا بود، فقط دو چشم بایدن رو سیل میکرد، حرکات خودت کنترل نمیتونست. یعنی کسی که یک سیاست مداری که با آینده خود و جنگی که انجام میده باور داشته باشه، این رقم گپ نمیزنه. مثلا چی گفت؟ میگه که پیش بایدن میگه نظامی های ما مردم های شجاع هستند، من این شجاعت استادگی را به کانگرس امریکا و قصر سفید همینطور بیان میکنم. فقط شما چی کنین؟ اما به ما تسلیحات بدین. خلاص این مانای بلمانی امی گپ چی است؟ یعنی صاف ساده، یعنی ما با شما می جنگیم دیگه، کدام تعبیری هست؟ همیجی است که زوگانوف رهبر حزب کمونیست روسیه در مجلس دوما او به اصطلاح گپای همیتو لچ می زنه. او دیگه از پتر کبیر گاز کرد، گفت پتر کبیر در 40 سالگی نرسیده بود که مقام امپراتوری برش تفیز شد، کل سرزمین ها رو متحد کرد، نقشه چارلز 12 تار مار کرد، به صلاح ناکام گذاشت. باز دیگه خدا میگه که ایوان مخوف 25 سال سن داشت که را در امتداد ولگا انوار کرد و جای پای حاکمیت خود در سایبیریا و سواحل دریای بالتیک هم قائم کرد. خب این رقم میگه تحریکات جنگ است. در مجلس دوم یک رهبر حزب کمون اینطور میگه، چون زوگانوف خبر داره که چی چیزایی در جریان است و حاکمیت کرملین قرار است در سال 2023 دست به چی کارهایی بزنه، منان و هم ذهن مجهز میسازه. مراجعه به تاریخ، مراجعه به افتخارات، یعنی جنگ پیش از پیش اینا پکه کده میرن، جنگ جدیده، جنگ قبلا شروع شده. بایدن برای زلنسکی چی میگه؟ بایدن خبر داره، بایدن خب رئیس جمهور امریکاست. میگه اطلاع ما میرسانه که پوتین از این زمستان به عنوان سلاح علیه اوکراین استفاده خواهد کرد. این دیگه سلاح رو خبانه که پاتریوت و موشک های کنجال و اردو پیاده و بس. اینی میگه بسیار دقیق است که پوتین از زمستان به عنوان اسلحه استفاده میکنه، چون قبلا نکده. روس اینمی روسیه هیتلر و ناپلیون با کمک زمستان در هم نشکسته و 50% جنگش بوده، 70%، 30% زمستان جنگیده. این مانو این گپو مانو چیست که جنگ به یک فاز جدی و تاریخی خود گذار کرده. یک تحلیلگر ارشد سیاسی فاکس نیوز به نام آندرو ناپولیتانو میگه که به نقل از پنتاگون میگه نیروهای آمریکایی ممکن است به عنوان مشاور به اوکراین اعزام شوند. یعنی چه میبینید شما چی میگه؟ یعنی قوا ببره. مشاور چیست؟ نیروهای آمریکایی ممکن است اعزام شوند، یعنی در صورت ضرورت اینا به اصطلاح قطعات جنگی خاصی را در اوکراین هم پیاده میکنند، به اصطلاح ما شما میگم تقش ماند. حقیقتی است که این اقدام بسیار خطرناک است.
چرا همین جنگ ویتنام اینمی رقم شروع شده بود. این یک ذره جنگ اوکراین یک ذره کنم شده میره، با ما اندازه که همین جنگ ها کنه میشم، حوصله مدیرای جنگ هم کم شده میره، ذخایر تا میکشه، فشار اقتصادی زیاد میشه. خب همه گپا رو که تا همین لحظه آمدیم گفتیم، همه یک چیز نباید یادم بره، اگر این رقم شوم چیزی که امروز ما تشریح کردیم، اینمی اروپا از نظر اقتصادی فاتحش خوانده میشه. یعنی این منظور ما نیست که مثلا کاملا اقتصاد از بین میره، نه، فشار قدرت خرید مردم پایان میه، درآمد مردم ثابت است، اما وقتی قیمت کالا بالا میره زیر فشار میه، زیر فشار که آمد دزدی زیاد میشه. امیال در پولند بسیار خزدوزی زیاد شده در کل اروپا، این گزارشات است که پیوسته منتشر میشه. وقتی که دوزی زیاد شد پلیس می نظم جبری رو برقرار میکنه، اما گرسنه همونطوری که ناپلیون میگه، نه نظم میشناسه، نه ترس میشناسه، نه اطاعت میشناسه. اگر کمه که دیگه هم پیش میره، به اصطلاح مردم اروپا صاحب یک اقتصاد از یک سطح زندگی داره، اگر از مصد وقتی که مفته اینا اعتراض میکنن، منجر به راه اندازی قیام های بسیار گسترده و حتی غیر قابل کنترل خواهد شد. یعنی اینجا در این جنگ جناحی که خدا به اصطلاح مواظب خود باشه، خدا قائم کنه، اروپاست. تا برنامه بعد.